درود بر شما همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی با یک خبر فوری اومدم خدمتتون از تایید مرگ ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در ادامه با ما همراه باشید فان از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. بعد از ساعت ها جستجو دقایق قبل نیروهای هلال احمر ایران به محل سقوط هلیکوپتر ابراهیم رئیسی رسیدند که در این حادثه رئیس جمهور ایران و هیئت همراه کشته شدند. ابراهیم رئیسی که در روزهای گذشته به شهرها و استانهای مختلفی سفر کرده بود و حالا در سفرش به آذربایجان شرقی به سر می برد. در کاروانی شامل سه هلیکوپتر که دو تاش حامل برخی وزرا و مسئولین بودند که سالم به مقصد رسیدند و یکیش که حامل ابراهیم رئیسی، حسین امیر عبداللهیان، آیت الله آل هاشم، امام جمعه تبریز حالا سقوط کرده که بلا فاصله با انتشار اخبار که البته معلوم شد سه ساعتی این اخبار رو با تاخیر منتشر کردن خبرگزاری هایی مثل کیهان و فارس به سرعت خبر از سلامتی رئیس جمهور دادند که البته مجبور شدن دقایقی بعد اون رو پاک کنن. و البته قسمت جالب و جنجالی این ماجرا هم خوشحالی بی حد و مرز مردم از انتشار این خبر و ساختن انواع جوک ها و تنز ها در همون دقایق اول بود که نشان دهنده میزان محبوبیت این رئیس جمهور شش کلاسه بود شایعات بسیار زیادی هم درباره این حادثه منتشر شد از عمدی بودن این سانحه تا حتی ترور ابراهیم رئیسی به دست عوامل اسرائیلی بعد از اون هم حتی گفته شد هلیکوپتر کاملا سالم پیدا شده اما رئیس رئیسی در اون نبوده و گم شده بعد هم گفته شد هلیکوپتر پیدا شده و امام جمعه تبریز گم شده دلار هم که طبق معمول به بالای 60 هزار تومن رفت و بعد هم خبرهای زد و نقیز زیادی باز به گوش می رسید از اینکه یک مستندساز اصولگرا با انتشار عکسی از رئیسی خیلی سریع با انتشار این خبر نوشت سید جان شهادتت مبارک تا تکذیب های زیاد از اینکه ابراهیم رئیسی زنده است که حالا دقایقی پیش خبر مرگ ابراهیم رئیسی تایید شد این رئیس جمهور جنجالی که سه روز بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری توی اولین کنفرانس خبری خودش درباره اتهام جنایت علیه بشریت حرفهای جنجالی زده بود و گفته بود برای اعدامهای سال 67 حتی باید من رو تشویق کنند با تشکیل پرونده ها و اتهامات زیادی در این سالها به کار خودش ادامه داده بود اون در اولین جلسه خودش بعد از انتخابات ریاست جمهوری درباره وجود تحریم های حقوق بشری ایالات متحده علیه اون و احتمال بروز مشکل برای اون در سفرهای خارجی و طرح اتهام از سوی سازمان اف بین الملل درباره نقشش در اعدام های سال 67 که از اون به عنوان جنایت علیه بشریت یاد شده و دبیر کل سازمان حقوق بشر خواستار پیگیری غذایی رئیس جمهور منتخب ایران شد گفت که در نقش دادستان از حقوق شهروندان ایران ایرانی دفاع کرده و بابت اقداماتش در اون پرونده به عنوان قاضی باید حتی مورد تشویق قرار بگیره و بهش جایزه و لوحه تقدیر هم داده بشه این سوال از سوی خبرنگار شبکه الجزیره پرسیده شده بود اما مترجم در هنگام ترجمه اون به فارسی اتهام جنایت علیه بشریت رو ترجمه نکرد و اون رو فقط اعدام های سال 67 عنوان کرد رئیسی در ادامه دفاع از کارهای خودش گفت من از ابتدای مسئولیت به عنوان حقوقدان به دنبال حقوق بشر بودم و بعد از اون ظهور دولت اسلامی موسوم به داعش رو به کشورهای غربی نسبت داد و با ذکر اقدامات و عمل های این گروه گفت امروز ما در جایگاه مدعی حقوق بشر قرار داریم اون در ادامه هم گفت تمام کارهایی که در سالهای گذشته انجام داده در راستای دفاع از حقوق بشر بوده و با کسانی که دست به اقدام داعشی و ضد بشر زدند برخورد کرده و بابت این عملکردش باید مورد تشویق قرار می گرفته. ابراهیم رئیسی با حکم خمینی عضو هیئت قضایی برای رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی موسوم به هیئت مرگ بوده که در تابستان 67 دوره محکومیت خودشون رو سپری میکردن. هزاران نفر از این زندانیان طی محاکمات کوتاه یا حتی بدون محاکمه به جوخه های اعدام سپرده شدند. آیت الله حسین علی منتظری در زمانی که قائم مقام رهبر ایران بود از این اقدام به عنوان بزرگترین جنایتی که جمهور اسلامی مرتکب شده و مطمئنا در تاریخ از اون یاد میشه نام برد بعد از اون هم 460 نفر از قضات و بازرسان سابق سازمان ملل در نامه سرگشاده از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستند تا تحقیقات بین المللی رو درباره کشدار بیش از 3000 زندانی سیاسی در ایران در تابستان 67 رو شروع کنند و در این نامه یادآور شدند که افراد دست در کار در این قتل عام مثل ابراهیم رئیسی، غلام حسین محسنی اژه‌ای، رؤسای کنونی قوه مجریه و قضاییه همچنان از مصونیت غذایی برخوردار هستند توی اون نامه اومده که هزاران زندانی سیاسی که حاضر به ترک عقاید خودشون نبودند به شکل فجی اعدام شدند و در گورهای دست جمعی پراکنده در سراسر ایران دفن شدند ابراهیم رئیسی که از اون به عنوان قصاب 67 هم نام برده میشه یکی از اعضای هیئت مرگ بوده که به طور مستقیم در اعدامهای گروهی دست داشته و تعداد زیادی از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی رو به شکل فجیعی به قتل رسوندن. این اعدام ها در تابستان سال 67 در حالی اتفاق افتاد که همزمان بود با پایان جنگ ایران و عراق و نبود رسانه های آزاد خمینی با صدور فتوایی به مقامات نظام جمهوری اسلامی دستور داد تا با خشم و کینه انقلابی خودشون تکلیف زندانیان عقیدتی و سیاسی رو زودتر مشخص کنند به گفته مدافعان حقوق بشر هزاران زندانی محروم از حقوق انسانی در زندان های ایران اعدام شدند توی اون سالها گروهی از زندانیان که دوران محکومیتشون حتی به پایان رسیده بود در طی سه ماه به جوخه های اعدام سپرده شدند بخش زیادی از اعدام شدگان اعضای سازمان مجاهدین خلق و تعداد زیادی از اونها از اعضا و حامیان احزاب و سازمان های چپ و مارکسیستی بودند هیئت مرگ با پرسش های خندداری مثل اینکه آیا در خانواده بزرگ شده اید که پدر در آن نماز میخواند روزه میگرفت و قرآن میخواند و با این سوال که آیا شما مسلمان هستید آیا به خدا اعتقاد دارید آیا به بهشت و جهنم معتقد هستید آیا محمد رو به عنوان خاتم الانبیا قبول دارید آیا در ماه رمضان روزه میگیرید آیا قرآن میخوانید آیا هر روز نماز میخوانید آیا ترجیح میدهید با یک مسلمان همبند شوید یا یک غیر مسلمان در دادگاه های بعضن چند دقیقه‌ای حکم اعدام بسیاری از فعالان سیاسی و چپ با این سوال ها صادر شد. بر اساس فرمان خمینی در همه مراکز استانهای ایران این کمیته که شامل حاکم شهر، دادستان و نماینده وزارت اطلاعات میشد تشکیل شد. بر اساس گزارش اف بین الملل، سید ابراهیم رئیسی معاون دادستان کل تهران، حسین علی نیری حاکم شهر، سید علی رضا آوایی وزیر دادگستری، مصطفی پور محمدی نماینده وزارت اطلاعات و محمد حسین احمدی از اعضای اصلی هیئت مرگ بودند. اعضای اصلی هیئت مرگ همواره از کرد خودشون در قبال های سال 67 با افتخار یاد کردند و دفاع کردند. و حالا هم که می بینیم با انتشار خبر مرگ ابراهیم رئیسی اینطوری در کشور موج شادی و نشاد به راه افتاده. مرسی که تا پایان این برنامه هم با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید از پایین همین ویدیو و با زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله با ما همراه باشید تا از ویدیوهای جدیدمون زودتر با خبر بشید.